خب بینندگان گرامی، داریم در این برنامه درباره شباهت هایی که بین نخستین تازش تازیان به ایران در 1400 سال پیش و ورود اسلام به ایران بود با اتفاقی که در 4 دهه پیش افتاد، شورش 57 و اتفاق بسیار ناخوشایندی که کشور ما و همه مردم ما رو دچار وضعیت تأسف‌باری که امروز می‌بینید کرد. داریم مقایسه انجام میدیم بین این دو تازش اسلام به ایران. خواهش میکنم آقای شهرستانی درباره شباهت هایی که قرار بود صحبت بکنیم بفرمایید. بله، نخست درباره فرمایش سرکار اینکه اعراب به جز تخریب آبادی ها به سرزمین های آباد که میرسیدن جز تخریب کاری نکردن، میتونم اشاره بکنم به اینکه ابن خلدون به درستی به این موضوع اشاره کرده، با اینکه خودش نگارنده عرب هست ولی وجدان او در واقع بیدار بوده و به این موضوع کاملا اشاره کرده. و اما در رابطه با ورود تازیان به شهر تیسفون، در تاریخ طبری اشاره میکنه که از حبیب ابن صحبان نقل شده وقتی سپاه عرب یعنی مسلمانان یورشگر وارد شهر تیسفون شد، به قدری وحشی و نادان بود که کافور رو به جای آرد در به اصطلاح نانوایی پختن، نان پختن با اون، و عده نقره در دست می گرفتن و طلاها را با نقره عوض می کردن و حتی شعور این که بدانن طلا با ارزشتر از نقره است رو نداشتن و در آن گیر و دار و صحنه اشغال و تجاوز ببینید که به پایتخت ساسانی ما اونها چه آوردن، که البته این داستانهای طولانی داره و اینکه برای غنایم چه ها کردن، چگونه آثار ما را از بین بردن. حتی ما داریم در متون تاریخی که فرش بهارستان رو که یکی از بزرگترین غنایم کشور ما بود، اونها به خاطر اینکه سهم غنیمت رو در بین خودشون بتونن تقسیم بکنن، با نقشی که علی ابن ابی طالب در اون داشت و سهم غنیمت خودش رو میخواست و در تاریخ اون رو 25,000 درهم تخمین زدن، اون فرش رو پاره پاره کردن که هر کسی بتونه سهم غنیمت خودش رو از اون فرش ببره و اون رو به نابودی کشونه. به هر روی ما اگر بخوایم بر اساس اون چه که سرکار فرمودید بخوایم شباهت هایی رو بین قادسیه و اون چه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد رو بهش اشاره بکنیم، نخست میتونم این رو بگم که اگر در قادسیه مردم پس از قادسیه صده های بسیاری رو هنوز در تلاش بودن تا بتونن به شکوه و عظمت گذشته خود و حکومت شاهنشاهی ساسانی بازگردن که برگ تاریخ این رو گواهی میکنه، ما امروز به عینه با چشممون داریم میبینیم که مردم ایران همون رفتار رو دارن با جمهوری اسلامی میکنن و برای بازگشت به عظمت و شکوه دوران پهلوی امروز به خیابون‌ها اومدن و اونها رو دارن فریاد میزنن. اینها نمونه‌هایی از در واقع کارهایی که میشه در 1400 سال پیش و اکنون به چشم بید. از سوی دیگر ما میبینیم که در تاریخ اشاره میکنه به اینکه قوم ایرانی رو باید که موالی مینامیدن و در میان ملت اسلام به سر می بردن جز با سیاست عمر خطاب اداره شدنی نیستن. این رو تاریخ داره میگه که باید این رفتار رو داشته باشن، این ملت رو باید اسیر کرد، باید ذلیل کرد، این ملت رو به همون روشی که عمر میگوید باید طوری کوبید که هرگز نتواند سر بلند کند. گوش کن، برنامه تو در برابر ایرانیان باید چنین باشد. این فرمانیه که داده میشه به اصطلاح کارگزاران خلفای اسلامی در 1400 سال پیش. وقتی این رو ما میخونیم عیناً میرسیم به جایی که در واقع شما میبینید که حکومت ایران هم به همون شکل رفتار میکنه. میگه که تازیان حق دارند با زنان ایرانی ازدواج کنند ولی ایرانیان از این حق محرومند، زیرا عرب باید از خانواده‌های ایرانی میراث ببرد ولی ایرانیان چنین حقی رو ندارند. شما ببینید در رابطه با همین موضوع امروز
شهر نامقدس مشهد رو اینها تبدیل کردن به تایلند دوم به خاطر رفاه همین اعراب. این بر اساس همین اندیشه است. یا مثلا در تقسیم خاربار و ارزاق تا میتوانی از سهم آنان ببر و پوزش میخوام، این سومی بود. دومی، از جیره آنها که حق عمومی ملت است تا میتوانی کسب کن. ببینید جمهوری اسلامی از جیره ملت تا میتونه کم میکنه و به دیگران داره، به کسانی که عرب تبار هم هستن داره به اونها کمک میکنه. در تقسیم خاربار و ارزاق تا میتوانی از سهم آنان ببر و فقط نان بخور و نمیری به آنها بده. ما میبینیم که سفره ایران در همه کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین و عراق، در خیلی جاها پهنه و دارن از این سفره بهره میبرن، در حالی که ایرانیان اون سهم بخور و نمیرشون را هم که اون زمان راضی بودن به ایرانی ها بدن، اینها راضی نیستن. اینها ملت ما دارن از ظروف زباله جمع میکنن مواد غذاییشون. در جبهه‌های جنگ صف مقدم و سپر حمله نخست دشمنان را از ایرانیان گذار تا تومه حمله های تازه نفس دشمن قرار بگیرند. ما در جنگ 8 ساله دیدیم که نیروهای ایرانی و فرزندان ایران رو اینها به جای ماشینالاتی که میتونست مین خونسا بکنه و میدان مین رو در واقع پاکسازی بکنه، از این جوانان، از این فرزندان ایران استفاده میکردن در میدانهای مین. دقیقا همین فرمان هاست اینها به کار بردن در دوران. شیشون میگه ایرانی هر قدر هم که صالح و پرهیزکار و دانا باشد، حق امامت جمعه بر مسلمانان رو در نماز نداره. خب این که طبیعی، خود این عرب تبارا آیت الله هستن و نماز میخونن و این بندش اصلا اتوماتیک بار توی اینا هست. ایرانی هر چند پاک و شریف و فداکار و مؤمن به اسلام باشد، نباید بر عرب برتری داشته باشد. شما میبینید که امروز ما رؤسای قوای کشورمون ایرانی نیستن، از اعراب هستن. یعنی برتری اونها رو نسبت به ایرانی ها حتی در مسائل اجرایی کشور دارن نشون میدن به ما. این همین تاریخ، ایرانی نباید در صف اول نماز قرار بگیرد. شکر خدا که این اتفاق میفته. ایرانی اصلا نباید نماز بخونه، نماز عربی بخونه. حالا اینا صف اول اجازه نمیدن و میبینید که اتفاقا این کار رو هم کردن. شما در نمازهای جمعه اگر توجه بکنید، چند ردیف رو فنس میکشن یا حائلی میگذارن که در واقع ایرانیان، اون کسانی که ممکنه هنوز رگ و ریشه ایرانی در وجودشون باشه، به اینها نزدیک نشن. هیچ ایرانی حق حکومت بر شهرها رو نداره. این دهمین بندش بود که میبینید که واقعا هیچ ایرانی، شما در اکثر سرزمین ما قومیت‌های گوناگونی که در اطراف کشور ما وجود دارن، بر سرنوشتشون در کشورشون مدیریت ندارن و اینها در واقع مدیر برای اونها تعیین میکنن. از خودشون اجازه نمیدن مدیر داشته باشن. ایرانی هر چند فقیه و عالم باشد، حق داوری و قضاوت رو ندارد. خب اینم که دیدید، قبل از این که آقای صادق لاریجانی عرب تبار صادره از نجف بخواد رئیس قوه قضاییه بشه، روانسوخته هاشمی شاهرودی رو داشتیم که او هم باز عرب تبار بود و قوه قضاییه رو، قوه به اصطلاح داوری کشور رو به عهده داشت. شما ببینید تمام اینها رو که سفارش کرده و در پایان میگه برادر به جان خودم سوگند، اگر عمر و ابوبکر کرسی خلافت را نمیره بودند، امروز ما ملت اسلام در جنگ هاشمیان و ایرانیان خار و زبون بودیم. اگر خلافت در چنگ ماست و بر توسن آرزو سواریم، ولی باید بدانیم که نژاد ایرانی دشمن حکومت و قدرت امویان است. عیناً ما میبینیم که امروز نژاد ایرانی هست که داره با جمهوری اسلامی در واقع مبارزه میکنه. همونطوری هم که ما میبینیم در 1400 سال پیش در طی صده ها اینها طول کشید و جنگیدن و تلاش کردن که بتونن بازگردن، ما هم الان داریم همون زمان رو داریم تجربه میکنیم. مردم ما هم دارن همین کار رو میکنن. جالبه که جناب شهرستانی، خیلی شباهت هایی که واقعا وجود داره
یکی از مهمتریناش همین ایران ستیزی است. در آغاز تازش تازیان به ایران کاملا این ملت ایران ستیز بودن، یعنی با هر آنچه که ایران و ایرانی رو میساخت مبارزه میکردن و نابود میکردن، که شما همونجوری که هم فرمودین کتابا رو آتیش زدن، هر چی که هویت ما رو میساخت، مراسممون رو از بین بردن، آیین زندگیمون رو، شیوه لباس پوشیدنمون رو، هر آنچه که از ما یک ملت ایرانی رو میساخت و اینا مبارزه کردن و ستیز کردن. دقیقا همین اتفاق در آغاز 4 دهه پیش، در آغاز این شورش اتفاق افتاد توی ایران و شروع کردن به ایران ستیزی. و شما میبینید از حکومتی که بر سر ایران هست هیچ چیز به جز ایران ستیزی شما نمیبینید. تمام مراسم ایرانی رو دارن تحت فشار میذارن، خفه میکنن، اجازه نمیدن برگزارش. شما دیدید چه مبارزه گسترده علیه چهارشنبه سوری برای دهه ها انجام شد که تبدیلش کردن چهارشنبه سوری رو اصلا به یک میدان جنگ پرتاب خمپاره و نارنجک توسط مردم. همین گونه میبینید که جشن صدر رو از بین بردن، مراسم دیگر ایرانی رو از بین بردن، مهرگان رو از بین بردن، اصلا شیوه غذا خوردن و لباس پوشیدن ایرانی مردم رو عوض کردن، همه چیز رو کردن اسلامیزه بکنن و عربیزه کنن در واقع یه جوری. و از علاوه بر این ستیزی که در واقع با هویت ایرانی هست، یکی از بدترین کارهایی که این حکومت داره در ایران انجام میده همینه که میبینید حقوق برابر انسانها رو از بین برد. یعنی ما ایرانیانی که در پیش از اسلام دارای کاملا حقوق برابر بودیم بین ایرانیان، زن و مرد، از هر رده اجتماعی، از هر شغل و دسته‌ای که در اجتماع بودن، میخواستن از سپاهیان بودن، میخواستن از موبدان بودن، دهقانان بودن، پیشوران بودن، هر کسی در ایران حقوق انسانی برابر داشت برای زندگی. این کاری که اسلام با ایران کرد در آغاز حمله به ایران و نابود کردن هر آنچه که حقوق ایرانیان نامیده میشد و حتی بین خود ایرانیان تفاوت گذاشتن، از دسته اونایی که مسلمان میشدن برتری یافتن به اونایی که مسلمان نشده بودن و اونایی که مسلمان نشده بودن باید جزیه میپرداختن به اونایی که در واقع مسلمان بودن به حکومت وقت، و بعد هم تفاوتی که باز بین مردم قسمت‌های مختلف ایران گذاشتن، بین مشاغل مختلف ایران گذاشتن. همین اتفاق رو شما میبینید در آغاز انقلاب، اینا اومدن و شروع کردن جامعه ایران رو تکه پاره کردن، وحدت ملی از بین رفت، حقوق برابر مردم از بین رفت. و شما الان میبینید یک آدمی که به اصطلاح این آخوندزاده ها، حالا خودشونه که میگن بنامند آقازاده، ولی در واقع همشون نوعی آخوندزاده هایی که در این حکومت در مسند کارهای گوناگون شما میبینید، تمام اینا حقوقشون با حقوق بقیه مردم ایران جداست. اینا دست نیافتنی ها هستن، اینا کسایی هستن که تمام واردات، صادرات، ارکان مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مملکت، مدیریت ها رو در قسمت های مختلف دولتی به عهده دارن، در حتی تا دهات دورافتاده ایران اینهایی که از خودشون هستن حقوق جداگانه ای دارن. حتی شما به وضوح میبینید حقوق آخوند، جماعت، قشر آخوند، اصلا دادگاه روحانیت واسه خودشون درست کردن، اصلا با قوانین جاری جامعه، حتی همون قوانین اسلامی جاری بر جامعه و مستولی بر قوه قضاییه، دادگستری، هرچی، حتی اون برای اینا اعمال نمیشه. یعنی حقوق برابر مردم همون گونه که در صدر اسلام از بین رفت، در این 14 هم از بین رفت. و از سوی دیگه علاوه بر این نابود کردن حقوق برابر بین مردم، شما دقیقا دارید میبینید که چگونه این مردم رو دچار عقده حقارت میکنن. یعنی شما وقتی که نابرابری و عدم عدالت اجتماعی در یک جامعه باشه، همون اتفاقی که برای مردم صدر اسلام افتاد که مردم ایران رو به نون شبشون محتاج کردن و هر چی که این ملت درمیومد ازشون به عنوان حالا یا جزیه یا پرداخت به اصطلاح غرامت‌هایی که باید به اصطلاح خلفای عرب میدادن ازشون میگرفتن، همین امروز شما میبینید تا یک لقمه نانی که سر یک سفره مردم میره از یک طریقی، اینا میرن مثل یک اختاپوس چنگ میندازن روش. حتی کوچکترین بیزینس در جامعه ایرانی رو یه جوری از ولقم مردم در میارن که واقعا مردم همونجور که شما گفتید به نون شبشون محتاجن و نان سفرهشون رو باید برن از سطح زباله در بیارن. واقعا آقای شهرستانی باعث بسی تأسفه که آدم میبینه این همه شباهت هنگامی که اسلام در هر جا وارد شده، در ایران در دو مقطع مختلف تاریخی
و کلن هر جای جهان که شما میبینید این اسلام وارد اونجا میشه و تهاجمی پیدا میکنه، به محض اینکه اینا یک قدرتی، یک بالوپری دستشون میفته، شروع میکنن به دقیقا سوزوندن همه چی، نابود کردن، خراب کردن، بی‌عدالتی، ستم و اصلا وحشتناک جامعه رو ویران میکنن. درسته؟ ببینید، مردم ما باید یک بازگشتی داشته باشن به گذشتهشون و گذشته بررسی بکنن، مسائل رو بیان جلو. وقتی خمینی اومد گفتش که جنگ نعمته، خب بله، جنگ، هیچ آدم عاقلی نمیاد بگه که جنگ نعمته، جنگ همیشه خرابی و ویرانی داره. اما این واژه رو از کجا آورده بود؟ به خشونت کشیدن جامعه کار عاقلانه ای نیست. ما باید بیایم ببینیم که این از کجا اومد. وقتی بخوایم این موضوع رو درست پیگیری بکنیم، من میرم مستقیما به سراغ قرآن، فرمان اسلامی که میگه که در سوره انفال آیه 65 میگه ای رسول، مؤمنان را به جنگ ترغیب کن. ببینید، وقتی که فرمان قرآنش اینه که مؤمنین رو به جنگ ترغیب کن، شما باید ببینید خب چرا باید به جنگ ترغیب بکنه؟ در این جنگ چی به دست میاره؟ سه تا آیه بعد از همین، در همین سوره، سه تا آیه بعدش اشاره میکنه که پس اکنون هر چه که غنیمت بیاورید، به دست بیاورید، بخورید، حلال و گوارای شما باد. یعنی اینا به وسیله جنگیدن فقط ملت‌ها رو چاپیدن، فقط خواستن بر ملت‌ها حکومت بکنن و اونها رو برای جنگ هیچ نعمتی نبود. جنگ برای کی میخواست نعمت بشه؟ برای اون خرم شهری که خونه زندگیش رو از دست داد، یا برای اون عزیز، اون پابرهنه ای که از جانش گذشت، آمال و آرزوهاش رو از دست داد؟ برای اون که نعمت نبود. برای پدر و مادری که 8 تا فرزندش و 5 تا فرزندش رو از دست داد که نعمت نمیتونست باشه، که امروز ناچار فقط در گور اونها و با عکس اونها زندگی بکنه. اینها نعمت فقط برای اون کسی بود که، اگر به خاطر داشته باشید، در رابطه با یکی از این مسائل اختلاسی، دختر یکی از همین لجنزادگانی که شما به نام آقازاده ازشون یاد کردید، گفته بود که پدر من سهمش رو از سفره انقلاب در واقع برداشته. یعنی شما ببینید، اینها فکر میکنن که در سفره انقلاب فقط اونها سهم دارن، این ملت اصلا این سهمی در سفره ندارن و خودشون سهم برای خودشون برمیدارن. همین اتفاق رو ما میبینیم که در صدر اسلام و در جنگ قادسیه با یک جز ناسیه اینا وارد سرزمین ما میشن. جنگ ناسیه در واقع یک شرطی بود، سه شرط بود در واقع، که میگفت یا به ما خراج بدید، یا اسلام بیارید، یا خراج بدید، یا با شما وارد جنگ میشید. خب ادهی از ترسشون ممکنه خراج میدادن، ادهی ممکن بود نداشتن خراج بدن و نمیخواستن کشته بشن، نمیخواستن باشون وارد جنگ بشن، تسلیم میشدن، اسلام میآوردن، که همون به زور شمشیر اسلام آوردن بود. و ادهی دیگه هم با اینها وارد جنگ شدن، بسیاری هم جنگیدن با اینها، به اصطلاح نگذاشتن آب خوش از گلشون پایین بره. سالها و سالها قسمت های مختلف ایران جنگیدن و این دروغ های بزرگی که به خورد بچه های بدبخت ایرانی بعد از انقلاب تو این کتاب های درسی دادن که ایرانیان، و این البته چپی ها این دروغ بزرگ رو شروع کردن که در همون آغاز انقلاب اینا رو، از قبل از انقلاب اینا رو داشتن تو مغز مردم چپی ها میکردن که اینقدر که حکومت پادشاهی رو اینا مشکل داشتن باهاش، میخواستن نشون بدن که اینقدر پادشاه بد بوده در ایران که واقعا مردم با آغوش باز، در حالی که کشور ثروتمند، امپراتوری جهانی، این دقیقا مثل این وضعیت امروز آمریکا میمونه. شما مثلا بزنید که یک مردم ثروتمندی مثل آمریکا بیان برن با آغوش باز در کشور رو وا کنن، گداهای مکزیکی رو بریزن مثلا اینجا، بیان بگن که شما رو با آغوش باز پذیرفتیم، بیان کشور ما نابود بکنی، خوشحالیم که شما اینجا باشین، بر ما سیطره داشته باشین، ما هم حالا افکار و اندیشه های شما رو بیاین زورکی روی سر ما بزنین. خیلی واقعا مثال ها رو مردم اگر یه ذره آغاز کنن به این که ریشه یابی کنن و اندیشه ورزی کنن و خرد ورزی کنن، میبینن که چقدر این اسلام بجز تخریب نه در ایران، در همه جای دنیا اثری نمیگذاره. و یکی از نکات جالب آقای دکتر شهرستانی اینه که مرتب تلاش کردن که در این چندین دهه اخیر هنر ایران پس از اسلام رو جا بندازن به عنوان هنر اسلامی. شما خودتون به وضوح گفتید اسلامی که مردمش از اعراب پابرهنه بادیه نشین بودن
که هیچ نوع هنری در اون کشور وجود نداشت. اینا که اصلا در نفس اسلام اصلا نمیتونن هنر قبول داشته باشن. با موزیک اسلام مشکل داره، مجسمه سازی که اصلا گناهه، نقاشی که اصلا وا ویلا، آلات موسیقی رو که شما میبینید هرگز اینا نشون نمیدن و اصلا بد میدونن. این اسم این هنر اسلامی من میخوام ببینم چه قسمتی بوده. این نقاشی که نشد، حتی اینا نشدن، میانا از ما شروع میکنن نوشتار رو یاد گرفتن. خب وقتی که شما میبینید یک ملت اینقدر بی هنر در یک کشوری در هزاره هایی که زندگی کرده ازش هیچی نمونده، دو تا خشت گل از اینا باقی نمونده در اون کشور، و هر آنچه که ایران در پس از دوران اسلامی خلق هنر کرد و هر آنچه که به همه دنیا صادر کرد اومدن مصادره میکنن به عنوان هنر اسلامی، از همینجا باید مردم متوجه بشن که دقیقا شما اینم در بعد از انقلاب باز میبینید مخالفتی که این حکومت تمام لحظه ها با هنر داره، کلا میبینید با همه هنرها اینا مشکل دارن، کنسرت ها رو لغو میکنن، رقص و آواز که ممنوعه، زن که اصلا حق نداره وجود داشته باشه در عرصه هنری، 4 تا دونه فیلم هم که میخوان بسازن که داریم میبینیم 1000 تا ارشاد باید رد بکنه و تصویب بکنه، 4 تا چادر و چلک سر ملت تا بیان یه بازی های علکی و آبکی غیر قابل باور مسخره نوشتار شده از پیش رو ارائه بدن جلو دوربین، و با بقیه قسمت های هنر هم که کلن اینها مشکل دارن. شما اصلا هنری در این مملکت نمیبینید تو 40 سال اخیر شکوفا جرأت کرده باشه شکوفا بشه. و خب بله، شباهت ها خیلی زیاده. شما اگر که دوست دارید که این بحث رو به یک نوعی جمع بکنید و نکته ای مونده که دوست دارین ذکر بکنید، خواهش میکنم آقای دکتر ادامه بدید. تمام فرمایشات سرکار رو با یک اشاره‌ای که من از طبری آوردم پیشتر میشه در یک قالب خلاصه کرد. این کسانی که حتی تفاوت کافور و آرد رو که مواد اولیه خوراکیشون بود که همیشه باید باش سر کار می‌داشتن رو نمی‌دونستن، چه انتظاری از هنر دارید از اینا؟ این پاسخ این. و اما مردم ما نیاکانمون در نخست با زور و با کشتارگری اعراب به ناچار اسلام رو پذیرفتن، اما پس از اون در دوره‌هایی که کم کم میتونست برخی از مسائل بیاد بررسی بشه و برخی در واقع خودشون رو آماده بکنن برای اینکه بازگردن به گذشتشون، ما میبینیم که یک عده‌ای گوش شنوای خودشون رو میبندن و چشمشون رو به روی حقایق میبندن و این اتفاق نسل به نسل اتفاق میفته و این رخداد هی رخ میده تا به دوره ما میرسه. ما 1000 سال پیش، یعنی حدود 400 پس از یورش تازیان و اون قادسیه‌ای که انجام شد، فردوسی رو داشتیم که به ما اشاره کرد. من میخوام اینجا اگر زمانی باشه این مبحث رو با سروده فردوسی تموم بکنم. فردوسی به ما اشاره کرد، به پدران ما و همچنین به نسل‌های ما از آثار او موند ولی ما توجه نکردیم. فردوسی در آثارش اشاره میکنه اونجایی که رستم فرخزاد در جنگ قادسیه نامه‌ای مینویسه به برادرش بودرز، در اونجا طولانی، من سعی میکنم خلاصه ای از اون رو بهش اشاره بکنم. میگه تو با تخت منبر ازش بخونیم 20 ثانیه چقدر؟ 20 ثانیه میتونیم ازش بخونیم که فقط مردم بدونن که در آغاز کجا رو باید. تو با تخت منبر برابر شود همه نام بوبک و عمر شود، نژادی پدید آیدن در میان، دهقان و از ترک و از تازیان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. و ادامه میده که اینها اگر بیان سر کار بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بد آراسته. ما امروز داریم میبینیم که اینها به خاطر خواسته هاشون چگونه دارن خون این ملت رو میریزن، و این ملت اگر بخواد دوباره با اینها ادامه بده، این راه رو در واقع داره باز میکنه برای اینها که بتونه آیندگان و فرزندان ما هم از اینها آسیب ببینن. سپاسگزارم ازتون، خیلی جستار جالبی است. میتونیم اینو ما در برنامه‌های بعدی در جنبه‌های گوناگونی بررسی کنیم. خیلی ازتون سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم و همچنین از بینندگان این برنامه خیلی سپاسگزارم که توجه نشون دادن. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. خدا نگهدار.